بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت همه اساتید گرامی و دانشجویان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب و ایام به کامتون باشه. من محمد رضا شیخی هستم، دانشجوی دوره دکترای تخصصی رشته اقتصاد سلامت در دانشگاه علوم پزشکی ایران، و بحثی که امروز در خدمت شما خواهیم بود در رابطه با مصاحبه دکترای آزمون در حقیقت علوم پزشکیه، که این فایل آموزشی به درخواست داوطلبان این آزمون تهیه شده و امیدوارم که برای شما مثمر ثمر واقع بشه. قبل از اینکه در حقیقت من وارد بحث اصلی بشم، یه سر به در حقیقت کانال آپاراتی رسانه آموزشی نوین تحقیق بزنیم تا اونجا یک سری توضیحاتی رو بگم به خدمتتون. خب من آپارات رو سرچ میکنم و نوین تحقیق اسم رسانه آموزشی ما در حقیقت آپارات هستش. خب اینجا برای من میاره و من وارد کانال اصلیمون میشم. همونطور که میبینید اینجا مشخصات در حقیقت رسانه رو آورده و کار اصلی ما خب آموزش روش تحقیقه. شما اگر اینجا ملاحظه کنین، من به ترتیب آوردم مباحث رو، کاملا دستبندی شده مباحث. اول چرایی تحقیق، جستجو در منابع الکترونیکی و دیگر ویدیوهایی که به شکل کامل ویدیو رو آورده، یعنی دوستانی که میخوان بحث روش تحقیق رو دنبال کنن دقیقا به ترتیبی که من بارگذاری کردم و به ترتیب فصلبندی که انجام دادم باید که مباحث رو دنبال کنن، که تا به الان دو فصل روش در حقیقت چرایی تحقیق و جستجو در منابع الکترونیکی کامل شده. حالا من یک سری ویدیوهایی رو با در حقیقت تگ خودم قرار استش که قرار بدم، که این ویدیو امروز هم در این بخش قرار میگه، و یک سری ویدیوهای آموزشی مازاد و تکمیلی هستش که مطمئنم به شما در زمینه تحقیقاتی و در زمینه آموزشی کمک خواهد کرد. خب این لازم بود که این توضیح رو بدم خدمتون و بعد وارد در حقیقت بحث امروزمون بشیم. لطفاً ما رو هم به دوستان خودتون و به دیگر محققان معرفی کنین. خب وارد بحث اصلیمون میشیم. دوستان عزیز، همونطوری که مستحضر هستین، چند سالی هستش که آزمون دکترای علوم پزشکی یک مقدار با قبل تفاوت کرده. قبلا ما 70%مون رو کتبی تعیین میکرد و 30% توسط مصاحبه تعیین میشد. الان این مصاحبه به چه شکلی بود؟ قبلا همه اساتید حضور داشتن، اساتیدی که در حقیقت عضو بورد یک رشته بودن حضور داشتن، 5 نفر 6 نفر، و شما میرفتین وقتی که دعوت به مصاحبه میشدین روبروی اون اساتید قرار میگرفتین، که من به همهشون خسته نباشید میگم، روبروی اساتید قرار میگرفتین و حالا سوالاتی که مربوط به رشته بود ازتون پرسیده میشد و شما هم در یک بازه زمانی اونها رو جواب میدادین، و سپس هر استادی نمره خودش رو ثبت میکرد و حالا ارسال میکرد برای سازمان سنجش مجموع نمرات رو، و همراه با 70% آزمون کتبی شما، شما بر اساس ظرفیت دانشگاه جزء حالا افراد قبولی و افرادی که قبول نمی شدن قرار می گرفتین. و خب حالا این یک سری مزیت هایی داشت، یک سری معایبی هم داشت. چند سالی هستش که تصمیم گرفتن شیوه آزمون دکترای تخصصی علوم پزشکی رو عوض کنن. الان امتیازات ما به صورت 50-50، یعنی کتبی و مصاحبه تخصصی یک امتیاز یکسانی رو میگیرن، و این هم باز هم حالا یک سری معایبی داره و یک سری مزایایی داره و ما هم باید خودمون رو با شرایط جدید وفق بدیم. بحثی که اینجا وجود داره، شما خب یک سری سهمیه رو میوسط در نظر بگیرید. حالا من امروز صحبتم در رابطه با سهمیه های آزاد و سهمیه های معمولی. شما استاد درخشان رو دارین، ایثارگری رو دارین و سایر سهمیه هایی که اینجا میان و این درصدا رو با هم دیگه در روی این درصدا تاثیر میذارن. برای مثال آزمون استاد درخشان مثلا 10% میگن، حالا رتبه‌ای که نفر اول کلاس بودن در دوره ارشد یا رتبه 1 تا 100 آزمون کارشناسی ارشد، یک 10%ی دارن که مازاد برینه، یعنی برای مثال
شما قبل از اینکه وارد آزمون بشین 10% دارین و 10% از بقیه جلوترین. البته مبنای محاسبه و مداخله این امتیازات زیاد شفاف نیست، حتی کارشناسای خودشون هم زیاد اطلاع ندارن، ولی حالا اون چیزی که تا اونجایی که من اطلاع دارم بریم. خب پس الان 50-50، یعنی شما نیاز هستش که علاوه بر یک آزمون کتبی مناسبه که مصاحبه خوبی هم داشته باشین، و این طبیعیه که 50% نمره رو به شکل آزمون مصاحبه در نظر بگیرن. خب ما انتظار داریم افرادی که وارد دوره دکتر تخصصی میشن جزء هیئت علمی و جزء کادر اجرایی در سطح کلام باشن. خب اون فرد هم باید توان علمی بالایی داشته باشه و هم توان پرزنت بالایی داشته باشه، و این خب به نظر من الان شرایط بهتره و فرد بهتر محک میخوره از هر نظر. و این که یک توضیحی هم بدم که 30% در حقیقت این 50 که من بهتون گفتم، 20% ببخشید 20% پژوهشیه، یعنی مربوط به کارهای پژوهشی شما که حالا مقاله میشه، در حقیقت طرح میشه، اختراع میشه. حالا رشتهایی که برای مثل رشته بهداشت حرفه‌ای بحث اختراع توشون مطرحه، و حالا پوستر و سخنرانی هم که جزء این موارد قرار میگیره، و همه اینها امتیاز مشخص و معلومی دارن. شما بعد اینکه مشخص شد که حالا دعوت شدین به مصاحبه یا نه، ازتون میخوان که اطلاعیه میده سازمان سنجش، میگه که مدارک خودتون رو در این حیطه بارگذاری کنین، و شما قبل از اینکه اصلا برین به مصاحبه حضوری یا حالا مصاحبه مجازی که به خاطر کرونا احتمالا امسال مجازی باشه مصاحبتون، یا شاید هم حضوری، فرقی هم نمی کنه البته این دو تا با هم دیگه، قبل از اینکه شما مراجعه کنین به یک دانشگاهی و برای انجام مصاحبه حضوری تشریف ببرین، امتیاز پژوهشیتون مشخص شده بر اساس مقالاتی که دارین، طرح‌ها و سایر در حقیقت عناوینی که من اینجا نوشتم، امتیازتون از 20% مشخص شده. و اینا هم یادتون باشه که سقف داره. مثلا اگه سقف مقاله برای مثال 10 در نظر گرفته شده باشه، شما اگر بتونین با مثلا برای مثال 3 تا مقاله یه دونه ISI 2 تا علم پژوهشی امتیاز 10 رو بگیرین، دیگه اگه 100 تا هم داشته باشین همون 10ه، یعنی شما سقفش رو تکمیل کردین. دیگه نمیتونیم بگین حالا من 20 تا مقاله دارم پس بعد 20% پژوهشی رو کامل بگیرم. بله شما مقاله زیاد دارین، خب امتیاز کامل مقاله رو میارین، اما سایر درس‌ها بعد ترم داشته باشین، در رشته‌ای که اختراع دارین اختراع هم داشته باشین، و همچنین در حقیقت پوستر و سخنرانی هم جزشه. من شنیدم المپیاد هم جز همین است، حالا اون رشته‌ای که المپیاد هم دارن، یا برای مثل المپیادهای علمی که مثل مدیریت نظام سلامت یا کارآفرینی فلسفه و اینا که در حقیقت المپیادشون برگزار میشه، اینها هم شنیدم که این قسمت هستند، اما خب بیشترش رو همین مقاله و تر تشکیل میدن. حالا به بقیه مباحث امتیاز کمتری میرسه. پس این رو حتما مد نظر داشته باشیم، بحث سقف رو اینجا. یا مثلا برای مثال گفتن که طرح از 20% پژوهشی، از 20 نمره پژوهشی 5 نمره رو داره، دیگه شما ممکنه که با 3 تا طرحی که برای مثال 2 تاش مجری باشین، یکیش همکار باشین، 5 نمره رو بگیریم، ممکنه 10 تا طرح هم داشته باشین، و انتظار داشته باشین که باز هم با همین 10 تا طرح 20% پژوهشی رو بگیرین، اما به این شکل نیست و باید حواستون به این قسمت باشه. پس اینجا امتیازش مشخصه، میمونه چند درصد؟ میمونه 30 نمره یا 30%. حالا این 30% ما بین 5 تا ایستگاه تقسیم میشه که من اینجا ایستگاهاش رو خدمتتون مینویسم. حالا من این قسمت ایستگاهاش رو جدا کنم از بقیه مطالب که دستبندی ما کامل تر باشه. ایستگاه ها رو با هم دیگه پیش ببریم. یک ایستگاه مربوط به پایان نامه شماست، یک ایستگاه مربوط به در حقیقت جستجو در منابع الکترونیکی که ما هم بحث رو کامل داشتیم، یک ایستگاه در رابطه با زبان انگلیسیه، و یک ایستگاه ارائه عمومی. من اینجا براتون بنویسم که اگر شما بخواین عکس بگیرین هم این رو داشته باشین، ارائه عمومی، و یک ایستگاه هم مربوط به ارائه تخصصیه که من
در حقیقت اصلی ترین ایستگاه رو برای شما، تعیین کننده ترین ایستگاه رو برای شما ارائه تخصصی میدونم. چون اونطور که من پارسال اطلاع پیدا کردم، اگر فرض کنید که دو نفر باشن که از 100 نمره امتیازشون 74 باشه و جزء نفرهای آخر قبولی باشن، ما 2 تا 74 اگر داشته باشیم، اولویت با فردی خواهد بود که ایستگاه تخصصی نمره بالاتری گرفته باشه. و این هم باید حواستون باشه که حالا بر اساس اطلاعاتی که من دارم، ولی ما شما همه ایستگاه رو اهمیتش رو یکسان در نظر بگیرید و خودتون رو برای همه ایستگاه آماده کنید که من مطمئنم که بر اساس توانایی که شما دارین و بر اساس مباحثی که امروز با هم دیگه مرور میکنیم، شما میتونین که نمره بالایی رو در مصاحبه بگیرین و این مصاحبه تبدیل به یک تجربه لذت بخشی براتون بشه انشالله. خب با هم دیگه ایستگاه رو پیش ببریم، ببینیم که در ایستگاه پایان نامه چه در حقیقت مطالبی برای شما مهم هستش. دوستان، شما ممکنه که ترم 4 باشین یا ترم 6 باشین، هر دو اینا مشکل نداره، شما میتونین که امتیاز کامل رو در پایان نامه بگیرین. اگر ترم 6 باشین که اصولا تا زمانی که حالا زمان انجام مصاحبه، خب آخرای تابستون میفته، اصولا مرداد یا شهریور، این انتظار از شما میره که شما حداقل درخواست دفاع داشته باش داده باشین و با دفاع شما موافقت شده باشه و پایان‌نامه شما آماده باشه. شما پایان‌نامه خودتون رو، نکته اولش اینه که باید پرینت شده اونجا ببرین. شما چه ترم در حقیقت، چه ترم 4 باشین چه ترم 6 باشین، باید پایان‌نامه خودتون رو به شکل پرینت شده همراه خودتون ببرین به محل در حقیقت انجام مصاحبه. و حالا اونجا اساتیدی که در ایسکا نشستن، خب ما 5 تا ایسکا داریم، هر ایسکا چند نفر از اساتید نشستن، به دعوت اون دانشگاه نشستن و حالا یک سری سوالهایی رو از شما میپرسن. پس شما اونجا پاینامه خودتون رو اگر فارغ التحصیل شده باشین که به شکل صحافی شده همراه خودتون میبرین و اونجا تحویل اساتید میدین. اساتید حالا ورق میزنن و یک سری سوالاتی از شما میپرسن و انتظار دارن که شما مسلط باشین. اگر ترم 4 باشین که پرینت شدهشو باید ببرین، باید باز هم مسلط باشین. اگر ترم در حقیقت 6 هم باشین، اگر دفاع کرده باشین خب بهتره، اگر دفاع هم نکرده باشین درخواستش اونجا داشته باشین بهتره. و دوستانی که ترم 4 هم هستن و درخواست دفاع دادن و موافقت شده از طریق معاونت آموزشی، حتما حتما در فایل پرینت شده خودشون اون درخواست دفاع در اول قرار بدن و اونجا متذکر بشن به اساتید. اگر گفتن که برای مثال من ترم 4 و سال اوله که امتحان میدم، حتما اونجا متذکر بشن که من درخواست دفاع دادم در حقیقت مورد قبول واقع شده در دانشگاه و در حقیقت نسخه این تایید رو هم گذاشتم در اول پایان نامه، که این خیلی میتونه که هم به لحاظ اعتماد به نفس هم به لحاظ نگرش اساتید کمک کنه به شما، برای اینکه بدونن که شما واقعا برنامه‌ریزی درستی انجام دادین و عزمتون رو جزم کردید برای اینکه ورودی جدید این رشته باشیم. بنابراین شما پایان‌نامه خودتون رو به همراه درخواست دفاع همراه خودتون داشته باشین. حالا اونجا چیزایی که از شما میپرسن، ببینید هر ایستگاه زمانش 10 دقیقه است، اینم خاطرتون نره، من در این قسمت یادداشت کنم براتون که هر ایستگاه 10 دقیقه شما وارد میشین. حالا به چه شکلیه؟ اونجا کارشناسای آموزشی هستن، شما اصلا از این لحاظ نگرانی نداشته باشین که ممکنه که حالا من قاطی کنم این کارو با هم دیگه، نه، شما قرار نیست اونجا کاری انجام بدین. اونجا کارشناسان آموزشی و تحصیلات تکمیلی از همکاران ما لطف میکنن، زحمت میکشن اونجا و در حقیقت به شما کاملا راهنمایی میکنن. شما خیلی رندوم، خیلی اتفاقی وارد یکی از این ایستگاها میشین، بعد اینکه زنگ خورد وارد میشین، در میزنین وارد میشین، یعنی پشت در منتظر میشین. کارشناس به شما میگه که برای مثال شما از ایستگاه پایان‌نامه شروع کنین. من میرم پشت در منتظر میشم که زنگ بخوره حتما. زنگ که خورد در میزنم، با آرامش خیال سلام میکنم وارد میشم و حالا ادامه مسیر رو اساتید اونجا پیش میبرن. و وقتی هم که زنگ خورد، مدیریت زمان هم خاطرتون نره، وقتی هم که زنگ خورد شما باید همون لحظه خارج بشین و چون یک نفر میخواد که وارد این ایستگاه بشه، خارج شدین، اونجا کارشناسان باز هم شما رو راهنمایی میکنن که وارد در حقیقت چه ایستگاه جدیدی باید بشین. پس از این لحاظ خیالتون راحت باشه. بعضی از دانشگاه ها
یک دقیقه پشت در هر ایستگاه به شما زمان میدن که حالا مطالب رو با خودتون مرور کنید یا به آرامش خیال برسید. و بعضی از دانشگاه هم نه، به ترتیبه، یعنی شما خارج شدین، بعد خارج شدین کارشناس به شما میگه که ایستگاه جدید رو وارد شین و دیگه تنفس این وسط نداریم. ولی خب بعضی از دانشگاه ها یک دقیقه رو به شما تنفس میدن که حالا اونجا وسایل هم هست که شما میتونید برای مثال آب بخورین یا حالا موارد دیگه. پس از این لحاظ هم کاملا آرامش خیال داشته باشین که وقت کافی رو دارین برای اینکه به آرامش برسین اونجا، و اینکه اگر بهتون استراحت بدن که خیلی خوبه یک دقیقه، اگر ندن هم مشکلی پیش نمیاد، چون در کل 50 دقیقه است، کل مصاحبه که شما میخواین انجام بدین 50 دقیقه است. و حالا اینم خاطرتون باشه، شما از ایستگاهی که وارد شدین اول باید خودتون معرفی کنین کامل، این که من محمدرضا شیخی ام، برای مثال لیسانس خودم رو رشته مدیریت بهداشت در آمدم دانشگاه علوم پزشکی ایران، ارشدم رو اقتصاد بهداشت بودم دانشگاه علوم پزشکی تهران، و حالا الانم که برای مثال مصاحبه رشته اقتصاد سلامته و برای این آزمون شرکت کردم. پس اونجا باید خودم رو معرفی کنم، و حالا اینکه اهل کجا هستم هم گفتنش بد نیست. و بعد دیگه در حد 2 دقیقه طول میکشه، و بعد هم شما متناسب با هر ایستگاه سوالای تخصصی ازتون متناسب با هر ایستگاه پرسیده میشه. بنابراین از این لحاظ خیالتون راحت باشه که شما خیلی راحت میتونین هر ایستگاه رو جابجا بشین بینشون. قبل اینکه زنگ نشین اصلا وارد نشین، آرامش خاطر داشته باشین و بعد شنیدن زنگ وارد شین، کار خودتون رو ارائه بدین. مطمئنن شما تلاش خیلی زیادی کردین برای اینکه به این مقطع تحصیلی برسین و این مرحله رو هم میتونین که با موفقیت پشت سر بذارین و مشکلی نخواهد بود. بنابراین اعتماد به نفس در هر زمینه یادتون نره. خب پایان نامه رو گفتم که به شکل پرینت شده همراه خودتون داشته باشین، و نامه درخواست دفاعتونم باشه. دوستانی که حالا هنوز دفاع نکردن، شما باید چکیده کار خودتون رو بدونین دوستان. خب ما از شما انتظار داریم، شما که یک کار پژوهشی رو در حد پایان‌نامه انجام دادین، بدونین پیام مهم کار شما چیه. منی که برای مثال رشتم مدیریت فرهنگی ایمنی بیمار کار کردم، منی که اقتصاد بهداشتم در رابطه با هزینه اثر بخشی ارزیابی اقتصادی کار کردم و حالا سایر رشته ها، پیام مهم کار من چی بوده؟ اگر یک سیاست گذاری بیاد روبروی من بشینه از من بپرسه خب شما یک کاری انجام دادی، 9 ماه 6 ماه 9 ماه زمان گذاشتی، به چه نتیجه رسیدی، من از نتیجه کار شما چه استفاده میتونم بکنم؟ پس شما باید خودتون رو برای این مورد آماده کنید. مورد دوم، در رابطه اصلا شما چرا این عنوان انتخاب کردید؟ خب من در اقتصاد بهداشت میتونم که 5-6 تا هیته خیلی کلی رو انتخاب کنم وارد شم، میتونم تامین مالی کار کنم، اقتصاد سنجی کار کنم، ارزیابی اقتصادی کار کنم، عدالت در سلامت کار کنم و سایر هیتهایی که وجود داره در این زمینه. خب من چرا رفتم برای مثال ارزیابی اقتصادی کار کردم؟ اینجا باید من توضیح کنم داوران رو که این اهمیتش چقدره در نظام سلامت، و هنوزم به قولی داغ هستش بحثش. پس توجیه موضوع هم خیلی اینجا مهمه که شما چرا این کار رو انجام دادین. محدودیت های کار خودتون رو باید خیلی خوب بشناسین، اینکه کار شما چه محدودیت هایی داشته. از این جهت مهمه که داوران نظرشون جلب بشه که شما اشراف کامل دارین به موضوعی که انجام دادین، از هر نحو موضوع رو درست انتخاب کردین، سوال پژوهشتون در حقیقت محدوده و به یک پاسخ شفاف میرسه، چارچوب تحقیق رو رعایت کردین، گام‌های تحقیق رو رعایت کردین و از همه این نظرها در حقیقت کارتون تایید هستش. پس در ایستگاه پایان نامه این موارد رو خیلی مد نظر قرار بدین. و دوستان یک نکته دیگه هم که خیلی باید حواستون باشه، باید آرامش خودتون رو در همه ایستگاه ها حفظ کنید. خب ممکنه که یک ایستگاه برای شما اونطور که مد نظرتون بوده سپری نشده باشه، شما بعد اینکه یک ایستگاه رو خارج شدین دیگه باید کامل اون ایستگاه رو فراموش کنین و برنامه‌ریزی کنین برای ایستگاه جدید، و به این شکل مطمئنا بهتر نتیجه رو خواهی گرفت. خب ایستگاه پایان‌نامه رو نکات مهمش رو عرض کردم خدمتتون که پرینت شده باشه، حالا نامه درخواست و پیام مهم کارتون و توجیه موضوع و محدودیت هایی که کارتون داشته. حالا باز هم اگر وسط سایر ایستگاه ها در حقیقت برام موضوعی پیش اومد حتما میگم خدمتتون. خب همونطور که ما در آموزش هامون میگیم، آموزش های ما به شکل کاربردیه،
به شکل اسلایدی نیست که من بیام یک سری اسلاید براتون ورق بزنم، نه من دارم بر اساس تجربه شخصی خودم دارم میگم و کاملا ابعاد کار رو برای شما فی‌البداهه روشن میکنم. پس حالا اگه یه جایی هم مطالب پراکنده شد شما بذارین پای همین موضوع و خودتون به شکل دستبندی مطالب رو مورد مطالعه قرار بدین. در رابطه با جستجو در منابع ما به اندازه کافی در حقیقت رسانمون صحبت کردیم. شما اگر این قسمت رو ببینین، جستجو در منابع الکترونیکی ما سه تا قسمتش کردیم. قسمت اول که حالا نیم ساعت گوگل و گوگل اسکالر رو معرفی کردیم، قسمت دوم که یک ساعت به شکل کامل پابمد رو معرفی کردیم، و در حقیقت در قسمت سوم که حدود 45 دقیقه است جستجو در منابع فارسی مثل سید، مگیران و ایران داک رو معرفی کردیم. شما به ترتیب این راه رو نگاه کنید. من به نظرم اگر وقت دارین از همین امروز شروع کنیم به ترتیب نگاه کنید، هم حالا به قولی برای خودتون مثمر ثمر خواهد بود. بالاخره شما وارد تحصیلات دکترا میشین، از شما انتظار میده که خب خیلی سرچ کنین و خیلی در حقیقت در کار علمی مسلط شین و این ابزارها به شما کمک خواهند کرد و همین که برای مصاحبه شما آماده میشین. حالا اون چیزهایی که لازم هستش رو من به شکل چکیده میگم خدمت شما. شما ممکنه که از شما بخوان که اچ ایندکس یک استاد رو اونجا در بیارین. خب قبل اینکه اچ ایندکس رو بگم، این موضوع رو اشاره کنم بهش که شما معمولا چند تا موضوع، برای مثال سه تا موضوع با کلید واژه روبروی شما قرار گرفته، خب یا اصلا عنوان کاملش رو به شما دادن، شما از شما انتظار میره که شما مقالات مرتبط با اون موضوع رو پیدا کنین. پس پیدا کردن مقالات مرتبط. دوستان وارد پایگاه تخصصی بشین، وارد ساینس دایرکت بشین، وارد اسکوپوس بشین یا وارد پاب مد بشین برای پیدا کردن، چون جو اینترنت دارین دیگه. شما وارد شدین میرین پشت سیستم میشینین، ایسکایی دیگه نه سیستم نداره، خب شما مستقیم با اساتید صحبت میکنین، ولی ایسکایی که مربوط به جستجو در منابع شما اینترنت دارین، سیستم هم دارین، خیلی راحت، سیستمی که خیلی خوبه، سرعتش خوبه و کار باش خیلی مناسبه، میتونین که وارد شین. و حالا من پیشنهادم اینه که وارد پاب مد بشین بر اساس حالا اون پاب مد، من اینجا واسم پاب مد رو براتون بیارم برای اینکه یک مروری هم با هم دیگه داشته باشیم. خب گفتم اینجا سرچ پاب مد سرچ کلیشه و اینجا هم میتونیم که ادوانس سرچ رو بزنیم. خب شما سعی کنید وارد ادوانس سرچ بشید و با اند و اور اینها رو انجام بدین. دوستان یادتون باشه همراه کارتون توضیح بدین، توضیح شفاهی که من دارم الان چی کار میکنم، به اینکه خب من اینو انتخاب میکنم وارد پایگاهه برای مثال، همونطور که دارم انجام میدم ها، این رو قبلا تمرین کنین که اونجا دیگه به مشکل بر نخورین. بهتر به نظر من اینه. حالا ممکنه که یکی از دوستان نظرش این باشه که نه حالا من پشت سیستم میشینم و فقط کاری که ازم خواستن رو انجام میدم، ولی درستش اینه که شما همراه کاری که دارین انجام میدین عملی توضیح شفاهی هم بدیم. برای مثال مثلا من اگه از من خواسته باشه که هزینه اثر بخش پیدا کنم، خب من میگم وارد در حقیقت پایگاه پاب مد میشم، اونجا کلید واژه‌ای که مد نظرم هستش رو در حقیقت سرچ میکنم. خب کلید واژه اول خودم رو وارد کردم، ممکنه که من در فقط در اول فیلد دنبالش بگردم یا ممکنه که برای من مد نظرم عنوان باشه. خب شما اگر اونجا عنوان پژوهشی براتون نوشته، خب مسلما این کلید واژه رو باید در عنوان بگردید، اما این سرچ جامع‌تر رو باید این قسمت رو، یعنی تایتل ابسترکت رو که به اصطلاح بهش میگن تای اپ، باید رو تای اپ قرار بدین. خب حالا ممکنه که بین این هم علامت داش قرار بدین و اینجا با اند و اورونات بر اساس کلید واژه‌ای که دارین در حقیقت کار کنین. پس موضوع اولی که اینجا مطرح میشه اینه که شما سریع کلید واژه‌های خودتون رو استخراج کنید. اینجا من براتون بنویسم که داشته باشین. پس این موضوع رو از خاطرتون نره، شما باید سریعا کلید واژه خودتون رو استخراج کنید، سریع وارد یکی از پایگاه‌های تخصصی بشین بدون فوت زمان و اونجا این رو حتما تغییر بدین که اساتید بدونن که شما با این پایگاه کار کردید و اینجا بر اساس اند و اورونات کار خودتون رو به پیش ببرین که ما حالا صحبت کردیم که اند اور و نات هر کدوم به شما چه کمکی میکنه. که اگر خاطرتون باشه من گفتم که شما اگر اور رو
بزنین کارتون رو گسترده میکنه و اگر اند رو بزنین کارتون رو محدود میکنه. خب من میخوام فقط هزینه اثر بخشی رو انجام بدم که در ایران کار شده. خب اینجا باز هم کلید واژه خودم رو ایران قرار میدم، یا ممکن اصلا شما یک شهر مد نظرتون باشه، برای مثال ارومیه رو من اینجا بزنم، یزد رو بزنم. پس شما این رو هم قرار میدین و حالا یک کلید واژه دیگر رو هم اینجا از شما انتظار میده که شما انجام بدین. خب من یک کلید واژه دیگه، نه دیگه کافیه، همین هزینه اثر بخشی که در ایران کار شده باشه به نظرم در حقیقت کافیه. حالا میتونیم یک بیماری مثل سرطان رو هم اینجا وارد کنیم، ببینیم که آیا به من نتیجه میده یا نه. خب پس کاری که من انجام دادم، کلید واژه خودم رو سریع استخراج کردم، بر اساس اند اور و نات میام و این کار رو انجام میدم. ممکنه که شما نات بذارین اینجا، اگر نات بذارین یعنی هزینه اثر بخشی هایی که همه جا کار شده باشه ایران کار نشده باشه، یا اگر اور بذارین یعنی من همه هزینه اثر بخشی ها رو میخوام، هم همه هزینه اثر بخشی هایی که در ایران کار شده، مطالعات که در ایران کار شده و هم مطالعات که مربوط به کانسر. میبینید که سرچ من رو خیلی گسترده میکنه، یعنی داره بینشون اجتماع میگیره، ولی کاری که من اینجا انجام دادم بینشون اشتراک گرفتم، پس سرچ من رو محدود میکنه. خب بعد اینکه شما سرچتون رو تکمیل کردید، اینجا براتون نمایش میده چه شما این رو سرچ کنین در حقیقت فرم عمومیش در صفحه اصلیش که من اینجا براتون باز میکنم، چه از همینجا سرچ رو بزنین، برای شما یک نتیجه یکسان رو خواهد آورد. خب من اینجا اینو کپی میکنم، من نمیگم شما این کار انجام بدین ها، نه این فقط بازم در جهت آشنایی بیشتر شماست و حالا شما در کنار یادگیری در حقیقت مصاحبه دکتر این رو هم یاد بگیرین. ببینید دوستان چه ما این رو بزنیم، خب من در حقیقت اون باکس سرچ خودم رو چه اینجا وارد کنم، چه این رو سرچ رو بزنم به من نتیجه یکسانی خواهد داد. خب این رو من میبندم و از همینجا سرچ رو میزنم. الان شما اینجا دقیقا نتایج من رو دقت کنیم، من چند تا نتیجه برام اومد؟ 33 تا نتیجه. خب من اگه خودم جزء مصاحبه کننده ها باشم، ببینم که یک نفر وارد ایستگاه تخصصی شد، انقدر خوب تونست که کلید واژه ها رو انجام بده و در حقیقت بتونه که پیش ببره کار و سرچش هم خیلی گسترده نشد نتایج سرچش، واقعا نمره کامل رو بهش میدم. اینجا هم سایر فیلترهایی که شما ملاحظه میکنین که دیگه وقت نمیشه شما با این فیلترها کار کنید. ممکنه که یکی از اساتید به شما بگن که مثلا بر اساس سال فیلتر کنید، یا اونجا برای شما سال مشخص شده باشه که شما با جابجایی این دستگیره کامل میتونید این کارو انجام بدین، که حالا نمیخواستم انجام بدم ولی انجام شد. برای مثال من 2000 از 2015 میخوام انجام بدم. خب همونطوری که اینجا میبینید همه این مطالعاتی که آورد، این کلید واژه‌ای که من سرچ کرده بودم رو برای من بولد کرده، هزینه اثر بخشی کانسر ایران، کانسر هزینه اثر بخشی، هزینه اثر بخشی بازم ایران، هزینه اثر بخشی کانسر ایران که در شیراز کار شده. و میبینید که نویسنده‌هاش هم نویسنده‌های در حقیقت ایرانیه. پس این هم به عنوان در حقیقت روش سرچ در پاپ‌مد که کلیاتشو گفتم خدمتتون، و بقیه نکاتش هم انتظار داریم که از قسمت در حقیقت جستجو در منابع به شکل کامل یاد بگیرین و امروز هم براتون یک مروری شد. خب این از این قسمتش. قسمت دیگه‌ای که ممکنه ازتون بخوان در حقیقت بحث پیدا کردن اچ ایندکس اساتیده. خب همونطور که استهزار دارین شاخص H که بهش اصطلاح میگن شاخص H، ولی در حقیقت H ایندکسه یک شاخصیه برای رتبه بندی محققین، این که در کارشون به چه شکلی عمل کردن بر اساس حالا تعداد استنادها و تعداد مقالاتی که چاپ میکنن، این که به هر مقاله چند تا استناد بشه. از شما انتظار میده که اولا H ایندکس رو مفهومش رو بلد باشین. اگر H ایندکس من 12 باشه، خب یعنی من 12 تا مقاله دارم که به هر کدوم حداقل 12 تا سایت شده یا استناد شده. این رو خاطرتون نره کلمه حداقل رو. خب من اگه برای مثال 100 تا مقاله داشته باشم، به هر کدومش یک بار استناد شده باشه، اچ ایندکس من چنده؟ من 100 تا مقاله دارم که به هر کدوم حداقل یک بار شده، پس اچ ایندکس من 1 میشه. خب پس این رو خاطرتون باشه که میگم نباشه، خاطرتون باشه که علاوه بر افزایش تعداد مقالات که محققین باید در مد نظر خودشون قرار بدن، این رو هم مد نظر قرار بدن که کیفیت کارشون هم بالا باشه تا استناد بهشون بیشتر باشه. پس اچ ایندکس یعنی حداقل در حقیقت تعداد مقالاتی که بهش سایت شده. من
12 تا مقاله دارم که به هر کدوم حداقل 12 بار سایت شده، پس اچ ایندکس من 12 میشه. من امروز نمیتونم همه در واقع نکات مربوط به اچ ایندکس رو بگم، حالا مهماشو میگم خدمتتون که شما هم بعدا حالا انشالله مرور میکنه خودتون. این در رابطه با نویسندگان. حالا ما در ارتباط با مجلات هم یک شاخصی داریم به نام ایمپکت فاکتور. ایمپکت فاکتور این هم شاخصیه برای رتبه بندی چی، حالا اون رتبه بندی محققین بود، این هم برای رتبه بندی مجلات هستش، اعتبار مجلات هستش که شما میتونین که اعتبار مجلات رو باهاش استخراج کنین. ایمپکت فاکتور یک عددیه، برای مثال 10 20 30، حالا هر چقدر که ایمپکت فاکتور بره بالا یعنی رتبه بندی مجله بهتره، مجله اعتبارش بیشتره. حالا این به چه مفهومیه؟ تعداد استنادهایی که در 2 سال اخیر شده، تعداد استنادهایی که به مقالات اون مجله شده، استنادات خب تقسیم بر چی میشه؟ تقسیم بر تعداد کل مقالات چاپ شده میشه در اون مجله. خب امیدوارم جای اینها رو اشتباه نکرده باشم چون اینا مطالب فراری هستن، ولی به نظرم این درسته. حالا اگر این درست نباشه این میره رو صورت قرار میگیره، ولی به نظرم این درسته. تعداد استناداتی که به مجلات در حقیقت مجله در 2 سال اخیر میشه، خب تقسیم بر چی میشه؟ تقسیم بر تعداد کل مقالات چاپ شده در اون مجله میشه. خب ببینید که اینجا مجلات سعی دارن که تعداد استنادهای خودشون رو افزایش بدن. این فرمول رو من درست نوشتم، از کجا درست نوشتم؟ یک نکته به خاطرم اومد. خب ما اینجا سعی میکنیم که صورت خودمون رو بزرگ کنیم و مجلات سعی میکنن که صورت خودشون رو بزرگ کنن برای اینکه کل کسشون افزایش پیدا کنه، ایمپکت فاکتورشون بره بالا. اما اگر این در مخرج قرار بگیره، خب هر چقدر که این بزرگ بشه مخرج داره کوچیک میشه و داره اعتبار مجله کاهش پیدا میکنه. بنابراین این فرمول رو من اینجا درست نوشتم و مجلات سعی میکنن که استنادهای خودشون افزایش بدن. یک نکته دیگه هم که در رابطه با مقاله نویسی اینجا هم بگم بد نیست، شما اگر مقاله نوشتین سعی کنید مجله که مد نظر قرار میدین هم یکی دو تا از اون مقالاتی که در اون مجله چاپ شدم در رفرنس های خودتون داشته باشین. حالا هم یک نکته ای که در حقیقت برای بحث مقاله نویسی بود که الان هم ذکرش خالی از لطف نبود. خب پس تعداد استنادات در 2 سال اخیر تقسیم بر تعداد کل مقالات چاپ شده در اون مجله شما این کار انجام میدین و ایمپکت فاکتورتون به دست میاد. پس از شما انتظار میره که هم ایمپکت فاکتور رو بشناسین در رابطه با مجلات، بشناسین که چی هستش، مفهومش، کاربردش چیه و هم اینکه در حقیقت به چه شکلی مصاحبه میشه. دوستان خاطرتون نره این نکته رو که ایمپکت فاکتور داره نشون میده که اون مجله چقدر در تشکیل سایر تحقیقات و مقالات نقش داشته و مهمه، داره وزنش رو نشون میده دیگه. آره وقتی که ایمپکت فاکتور بره بالا یعنی تعداد استنادهایی که به اون مقالات و اون مجله میشه داره خیلی زیاده، داره تعدادش افزایش پیدا میکنه، بنابراین نشون میده که اون مجله در اون حوزه خیلی خوب داره کار میکنه. و حالا حوزه‌ای که عمومی هستن چون همه نوع مقاله چاپ میکنن ایمپکت فاکتورشون بالاست، ولی حوزه‌ای تخصصی هستن، برای مثال مثلا ژورنال اف هلس اکونومیکس، ما انتظار داریم که نسبت به ژورنالی که هم اقتصاد سلامت چاپ میکنن، مدیریت و بهداشت و درمان، هم سیاست گذاری سلامت، خب ایمپکت فاکتورش پایین‌تر باشه چون خیلی تخصصیه و فقط دانشجویان اون رشته براش کار میفرستن. این هم از این نکته. و خب بحث ایمپکت فاکتور همینجا تمام شد. خب یک بحثی هم اینجا در اینجا مطرح میشه، این که شما چطور ایمپکت فاکتور مجلات رو در بیارین. من متاسفانه از طریق اینترنت خانگی دسترسی ندارم به JCR. بر اساس JCR شما میتونید، حالا اگر در یه جایی هستین که اینترنت به شکل آکادمیکه، میتونید از همونجا در بیارین یا حالا سرچ کنین در رابطه با نحوه استخراج ایمپکت فاکتور، براتون میاره. کار خیلی راحتیه و من اینجا متاسفانه که عضویت میخواد و نمیشه که عضو شد و دسترسی پیدا کرد، اولی از اینترنت دانشگاه میشه راحت در حقیقت به این صفحه دسترسی پیدا کرد. حالا در حقیقت ممکنه که اچ ایندکس محققین رو ازتون بخوان، یعنی بگن که برای مثال حالا
مقاله‌ای که من پیدا کردم در سرچ خودم ممکنه که بگن که اچ ایندکس یکی از نویسنده های اون رو برای ما پیدا کن. خب الان مقالاتی که من اینجا در حقیقت آوردم رو من یکیش رو باز میکنم با اجازه شما. اینجا نویسنده های مختلفی داره این مطالعه. خب دکتر بارونی در حقیقت از اساتید اقتصاد سلامت کرمان هستند که ممکنه که از من بخوان که برای مشکل اچیندکس دکتر بارونی رو اینجا استخراج کنم. سامانه استخراج اچیندکس هم سامانه اسکوپوسه که ببینیم آیا بهمون دسترسی میده یا نه. اگر دسترسی بده که خیلی خوبه، میتونیم با هم دیگه کار کنیم، و اگر نداد هم شما خاطرتون باشه که از طریق اسکوپوس باید این کار رو انجام بدیم. خب نه، باز هم ببینیم که من دسترسی ندارم متاسفانه، اما سامانش رو گفتم خدمت شما از طریق اسکوپوس. خب آتر سرچ داره، آتر سرچ رو که وارد بشین اونجا فامیلی و اسم کوچیک نویسنده رو وارد میکنین و خیلی راحت میتونین که در حقیقت دسترسی داشته باشه به اچ ایندکس. اون در حقیقت شما سرچ رو که انجام دادید بر اساس آتر، خب بر اساس آتر انجام دادید، پروفایل اون شخص میاد. یادتون باشه که اصلا سامانه‌ای که در دنیا معتبره برای اینکه ما اچ ایندکس رو استخراج کنیم همین سامانه اسکوپوسه. ما فرمولای مختلف و پایگاه مختلفی برای اچ ایندکس داریم، اما معتبرترینش همین پایگاهی هستش که در حقیقت اسکوپوسه. پس اینم برای اچ ایندکس نویسندگان. یک سامانه رو هم خدمتتون اینجا معرفی کنم بد نیست. تو سامانه یک سامانه منبع یاب داریم مربوط به وزارت بهداشته. خب من اینجا زدم سامانه منبع یاب، برای من اینجا اوورد. این سامانه هم برای چک اعتبار مجلات خیلی خوبه، یک در حقیقت سامانه داخلی هستش. میبینید که مال وزارت بهداشت، معاونت تحقیقات و فناوری، اینجا ژورنال ها رو برای من ردیف کرده بر اساس اعتبارشون، یعنی در حقیقت معتبرترین ژورنالی که وجود داره که Q1 هم هست. مجلات Q1 تا Q4 رو دارن. خب بعد خب از Q1 معتبرترین مجلات شروع میشه تا مجلات آخر که Q4 هم. میبینید که مجلات معتبر همشون Q1 هم. حالا این نکته هم که اینجا هست، گفته که IF و سایت اسکور در حقیقت تا 2 هفته دیگه در سامانه قرار میگیره. امیدواریم که تا زمانی که حالا شما وقت مصاحبتون باشه در همین سامانه قرار بگیره، شما بتونید که راحت ایمپکت فاکتور مجلات رو هم از اینجا پیدا کنه. پس اگر از شما پرسید که حالا اعتبار مجلات چطور ارزیابی میکنین، خیلی مهمه که داره در کجا نمایه میشه. ببینید اینجا گفته که ISI اسکوپوس پابمد امبیس داره نمایه میشه، و چقدر که حالا این پایگاه معتبر بیشتر نمایه بشه نشون میده که اون مجله از اعتبار بیشتری، اون بله مجله از اعتبار بیشتری برخوردار. اینجا هم رایگان غیر رایگان بودنش، اینکه مجله چاپ میکنه کتاب یا حالا سایر اسناد. اینجا هم میتونیم که در حقیقت عنوان ژورنال رو بزنیم. من مثلا کانسپت تایپ میکنم ببینم که کنسرت چیه. برای من تعداد 577 نتیجه رو آورد که فقط در حوزه کنسرت دارن در حقیقت کار میکنن به ترتیب اعتبار. حالا من صفحات آخر رو اگر بزنم، صفحه 29 میبینیم که دیگه اصلا نشون نمیده که داره در کجا ایندکس میشه. خب این مجلات مجلاتی هستن که خیلی اعتبارشون کمتره، و حالا اینم میتونید که دسترسی داشته باشید از این طریق به سایت مجلات. رو هر کدوم از اینا که کلیک کنید سایت مجله رو هم برای شما میاره. خب همینو من معتبرترین مجله‌ای که وجود داره هم در کل و هم در زمینه سرطان هم اینجا به من دسترسی میده، و اینجا هم حالا مجله‌ای که مربوط به کشور ترکیه است و اطلاعاتش رو اینجا میبینید. ببینید که این مجله از سال 2009 اصلا آپدیت نشده، برای همین در آخر لیستم قرار داشت. خب ولی اگر این رو دقت کنید، خب همه چیش مرتبه و معتبرترین مجله‌ای هستش که در جهان وجود داره. خب من دیگه روی بحث ایستگاه جستجوی منابع در حقیقت استاپ نکنم، برم سایر سراغ سایر ایستگاه‌ها. پس خاطرتون باشه شما یک موضوعات جلوتون قرار میگیره، کلید واژه‌هاش رو سریع استخراج کنین، مقالاتش رو پیدا کنین، همراه با کار توضیح شفاهی بدین، بدون اچ ایندکس چی، ایمپکت فاکتور چی، هر کدوم از اینا چطور استخراج میشه و چه کاربردی داره. خب بریم سراغ
در حقیقت ایستگاه زبان انگلیسیمون. امیدوارم که مطالب خستتون نکرده باشه. من خیلی سعی میکنم با جزئیات بگم که شما کاملا اشراف پیدا کنیم، بدون اینکه دیگه درباره این موضوع تحقیق کنیم اشراف پیدا کنیم، و همطور در حقیقت مهارت هایی که مورد نیازتون هستش رو هم همین امروز کسب کنیم و با آرامش خیال در حقیقت به انجام کار خودتون بپردازیم. خب، زبان انگلیسی از شما انتظار میره از بد و ورود تا زمان خروج کاملا به زبان انگلیسی صحبت کنه. اگر صفحه من یاری کنه، بد و ورود شما با سلام شروع میکنین، باز هم معرفی به زبان انگلیسی. معرفیتون باید شامل این باشه، برای مثال اسم و فامیلی، کجایی هستین و مقاطعتون رو کجا خوندین و در چه رشته خوندین، همین مقدار کفایت میکنه. خب این هم از معرفی. بعد علاوه بر معرفی، شما باید یک متنی رو ترجمه کنین. خب، متن مرتبط با حالا اون رشته، مطالبی که متنایی که مرتبط با اون رشته و تخصصی هستن رو باید ترجمه کنین، و در کنار اون باید لغاتی که تخصصی هستن رو یاد بگیرین در رشته خودتون. این رو با هم دیگه کار کنیم اول. خب، برای مثال یک متنی رو من مقدمه یک مقاله هستش، اگر برای مثال رشته اقتصاد سلامت باشه، در رابطه با هزینه اثر بخشی یک مقاله انجام شده، اومدن 5 6 تا خطش رو خیلی کم یه پاراگراف بگیم، یه پاراگرافش رو جدا کردن رو کاغذ نوشتن. شما باید که اون رو ترجمه کنین و ممکن اونجا هم انتخابی باشه، یا اینکه رندوم بهتون حالا یه مبحثی بیفته، شما با این دیدگاه برین که رندوم حالا یک متنی بهتون میدن، شما ترجمه میکنین. ممکنه که زیر لغات تخصصیش خط کشیده باشن و از شما لغات تخصصیشان بخوام. برای مثال مثلا رشنینگ چیه؟ مثلا جیره بند، یعنی جیره بند، مثلا اکریدیتیشن یعنی اعتبار بخشی. حالا این لغات تخصصی که در هر رشته وجود داره رو باید بهش اشراف داشته باشین. لغات خیلی ساده، ریسورس الوکیشن برای مثال چیه، باجتینگ چیه، یا همه این لغاتی که در این زمینه وجود داره که حالا شما که کار علمی تحقیقی انجام دادین مسلما مقدمه مقالات رو دیدین که به چه شکلیه و لغات تخصصیش چیه، و به در حقیقت موضوع خودتون هم اشراف دارین حتما در همه حیطه‌های علوم پزشکی. خب، لغات تخصصی. بعد اینکه شما خودتون رو معرفی کردین، ممکنه که مثلا یک سوالی هم از شما بپرسن، که حالا یک سوال کوتاه اساتید بپرسن که حالا اون اسپیکینگ شما، مهارت اسپیکینگ شما هم درگیر بشه. و ما 4 تا مهارت در زبان انگلیسی داریم، اینکه بتونیم صحبت کنیم، بنویسیم، در حقیقت گوش بدیم و بفهمیم. و خب اساتید سعی میکنن در این 10 دقیقه که مربوط به این اسکا هستش همه در حقیقت مهارت های شما رو بسنجن و شما رو محک بزنن، و شما باید آمادگی کامل داشته باشین با اون نکاتی که با هم دیگه مرور میکنیم. علاوه بر این، شما که اینها رو انجام دادید، این رو به فارسی ترجمه میکنید، لغت تخصصش هم میگین، و در وهله بعدی ممکنه که شما رایتینگ داشته باشین. برای مثال به شما بگن که برای مثال اهمیت تعرفه گذاری، حالا منم یه موضوع سخت رو گفتم، به این سختی نیست، یه موضوع ساده، درباره اهمیت تعرفه گذاری، یا برای مثال در رابطه با سالمندی جمعیت، حالا ابعاد سالمندی جمعیت که چه تأثیری روی برای مثال هزینه‌های بهداشت درمان داره، ممکنه که ازتون بخوان که در حد یک پاراگراف بنویسین که حالا رایتینگتون فقط محک بخوره. اینم خیلی راحته و شما با یک مقدار تمرین میتونین که به تا زمان مصاحبه به رایتینگ خودتون هم در حقیقت وضعیتشو بهتر کنین و اون رو ارتقا بدین. کل زبان انگلیسی هم در حد 10 دقیقه همینه، اینکه شما وارد میشین، به نام خدا، معرفی، ترجمه یک متن، لغت تخصصی که در اون متن هستش، و یک رایتینگ رو هم اینجا انجام میدین که اینالا بحث رایتینگشه، و اینکه خارج میشین. دوستان جسارت داشته باشین در این ایستگاه، اگر اینطور بگم بهتون بهتره، جسارت داشته باشین صحبت کنین، خودتون رو نبازین. واقعا زبان انگلیسی یک زبان شیرینی و زبان خیلی راحتیه، اشکال نداره صحبت کنین، حالا گرامرش به قولی مشکل نداره، فقط جسارت صحبت داشته باشین. خب شما اگه بلد باشین اما جسارت صحبت نداشته باشین، استادی که اونجا نشستهش از کجا اطلاع پیدا کنه که شما توانمندین در زمینه زبان؟ پس جسارت و اعتماد به نفس هم
اینجا شما لازمه کارتونه که باید داشته باشین و از انگلیسی صحبت کردن نترسید. خب خونه صحبت کنید، با دوستتون، با خانواده صحبت کنید تا دیگه راه بیفتید و اونجا انشالله که مشکلی براتون پیش نیاد. خب بحث زبان انگلیسی هم تموم شد، بریم سراغ ارائه عمومی. ارائه عمومی چند تا در حقیقت ترفند داره که چون من اگر این کلیپ در حقیقت گسترده پخش بشه بین دوستان، دیگه اهمیت نکاتی که من میگم اینجا این خونسا میشه برای همه و همه دوستان رو رعایت میکنن و به یک میزان نمره میگیرن. اما خب میگیم که شما اطلاع پیدا کنین که باید چه کارهایی رو انجام بدین. دوستان عزیز، 3 نفر 4 نفر از اساتید محترم نشستن پشت میز، شما داخل کلاس هستین، روبروی اساتید 2 تا ماژیک قرار گرفته، 1 تخته پاکن قرار گرفته و پشت شما هم وایت بورد قرار گرفته. به نظر شما این چی رو نشون میده؟ نشون میده که شما باید بنویسین. حتی 1 کلمه یا جمله. اون ماژیک رو از قبل اونجا نذاشتن، برای اساتید نذاشتن، کلاس نبوده اونجا قبل شما. تابستون الان که کلاسی نیست، ساز کرونا اومده، خیلی وقت دیگه کلاسی نیست. پس ماژیک از کجا اومده؟ ماژیک رو گذاشتن که اونجا شما بنویسین. شما که انشالله استاد شدین، استاد که نباید بیاد پاورپوینتی یا اسلاید رو مرور کنه، استاد باید در کنار این بنویسه. خب شما هم اونجا باید بنویسین، حتی شده 1 کلمه یا 1 جمله. خب چند تا موضوع رو در روبروی شما قرار میدن، موضوعاتی که تخصصی هستش در اون رشته و در حقیقت مخاطبین رو هم مشخص میکنن. خیلی مهمه این قسمتش، این قسمتش خیلی مهمه، مخاطبین و موضوع رو شما اینجا داشته باشید. خب من وارد ایسکا میشم، به من میگن که 1 موضوع انتخاب کن. خب من بین موضوع سری 3-4 تا موضوعی هست، سری گشتی میزنم ببینم که کدوم موضوع رو قبلا خوندم، بیشتر خوندم و تسلط بیشتری دارم. خب 1 موضوع انتخاب میکنم. موضوعی که انتخاب کردید به اساتید اعلام کنید، اساتید بهتون میگن که در حد 1 دقیقه 2 دقیقه شما وقت دارین که بنویسین. نشسته همون جایی که نشستین، خب هنوز ارائهتون شروع نشده، همون جایی که نشستیم بنویسین در حد مثلا برای مثال 2 دقیقه، یا داشت برداری کنید دوستان، حتما این کار رو انجام برداری درست نشه، حتما این کار رو انجام بدین، حتما 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 برای خودتون یادداشت برداری انجام بدین. همین که موضوع رو دیدین شروع نکنین دوستان، کلید واژه‌ای که به نظرتون میاد در رابطه با اون موضوع رو بنویسین در حد 2 دقیقه. خب زمانیه که از شما امتیاز کم نمی‌کنن، که استادا به خودشون نمیگن خب حالا این فکر کردن نیاز داشته پس تسلط نداره، نه، اتفاقا شما دارید ذهنتون رو منظم میکنی. شما از اسکای دیگه اومدید، ممکنه که اسکای اولتون نباشه، یا حتی اسکای اولتون هم باشه با چرخه مصاحبه آشنایی ندارین و هنوز عادت نکردین به محیط، راحت نشدین با محیط، بنابراین اونجا ذهنتون رو آروم میکنه. حالا کلید واژه‌ای که مد نظرتونه بنویسین، بعد 1 دقیقه 2 دقیقه بعد به اساتید اعلام کنین که من آمادم، به شما در حقیقت فرمان شروع رو میدن. شما باید برید حالا پای تخته که رفتید، اون موقع دیگه شروع میکنین به در حقیقت صحبت کردن در رابطه با اون موضوع. حالا صحبتتون باید چی داشته باشه دوستان؟ یک هوا نرین سراغ موضوع، مقدمه براش بگین، دربارش بحث کنین و نتیجه گیری انجام بدین. هنرتون همینجا معلوم میشه ها، نمرتون همین چیزا هم تعیین میکنن دیگه، مگر نه الان بیان به من بگن که خب من زمینه تخصصیم اقتصاد سلامت و مدیریت بیمارستانه، بیان به من بگن که در رابطه با تأثیرات مثلا تأثیرات آب و هوا در مرغوبیت محصولات کشاورزی صحبت کن. خب من که رشتم کشاورزی نیست، ولی خب آدم میتونه صحبت پیدا کنه، یعنی به من میگن که 10 دقیقه، خب میگم که اینه اینه اینه، ولی اینکه چی میگم اونجا تعیین کننده است. شما هم هر موضوعی که اونجا برداشتین، خب مسلما رشتهتون نمیتونین درباره صحبت کنین، ولی اینکه یک هوا نرین سراغ موضوع، بحث کنین، بشکافیدش و نتیجه گیری کنین در یک مدت کوتاه خیلی ارزشمنده و اساتید کاملا اشراف دارن به این موضوع و به اینکه شما چقدر تونستین که این مراحل رو پیش ببرین. خب پس یادداشت برداری هایتون نره، با مقدمه شروع کنین و بحث کنین دربارش و سپس در حد
دو دقیقه نتیجه گیری کنید. هیچ کدوم از اینها رو ترتیبش رو از خاطرتون نبرید. انقدر تمرین کنید، تمرین کنید تا خاطرتون بمونه. حالا موضوع دیگه که میخوام بهش اشاره کنم، مخاطبین شما. دوستان، مخاطبین شما اونجا سطحشون مشخص شده. من خاطرم است که من یک موضوعی رو انتخاب کردم که مخاطبینم عموم دانشجویان علوم پزشکی بودن. خب عموم دانشجویان، اصلا بگیم عموم دانشجویان، من یک همایشی رفتم، برای مثال رفتم ارومیه، یک همایشی در دانشگاه ارومیه، اونجا اساتید رشته‌های مختلف، دانشجویان رشته‌های مختلف نشستن. من میخوام در رابطه با هزینه‌های کمرشکن براشون صحبت کنم دوستان. خب اینجا من نباید بیام خیلی تخصصی بگم که هزینه‌های کمرشکن اینطوری حساب میشه، نمیدونم مقالات جدید روی کردش اینطوری بوده، نه، من اول باید بیام اصلا هزینه کمرشکن رو جا بندازم. چرا هزینه مهمه تو نظام سلامت؟ حالا هزینه کمرشکن تعریفش چیه، چه چالش هایی رو داره، ما بعد چه کارهایی رو براش انجام بدیم، در حقیقت راه پیش رو رو بگم خدمت حضار، و بعد هم نتیجه گیری کنم بگم بله به خاطر اهمیتی که هزینه کمرشکن دارم بهتره که این کارها رو دربارش انجام بدیم، برای مثلا نقش بیمه ها رو پررنگ کنیم. خب ببینید که من مقدمه گفتم، بحث گفتم، نتیجه گیری کردم و سطح مخاطبین خودم رو رعایت کردم. حالا من اگر همین بحث رو برای نمایندگان مجلس انجام بدم، من یادمه که یکی از مخاطبینم نمایندگان مجلس بود. خب ممکنه که مخاطبین اساتید باشن، یه کنفرانسی باشه، نمایندگان مجلس باشن، یا اصلا افرادی که عام باشن، شما از طریق تلویزیون بخواید صحبت کنید، همه نوع قشر باشه جزء شنوندگان شما. خب نماینده مجلس هم اینجا شما سطحتون باید ابتدایی باشه، نه نماینده مجلسی که در حقیقت در کمیسیون بهداشت و درمانه دیگه میدونه حداقل هزینه کمرشکن رو شنیده. من اینجا یکم باید سطح ارائه خودم رو ببرم بالا، اینجا من توجیه کنم طرف رو که بله آقای نماینده، اگر هزینه کمرشکن رو ما مراقبش نباشیم، افراد در حقیقت بیماران نمیتونن مراجعه کنن به خاطر ترس از هزینه ها، به زیر خط فقر سقوط میکنن و سایر مشکلاتی که براشون پیش میاد، سلامت به خطر میفته. پس اینجا من دارم توجیه عمل میکنم، تو کنفرانس توجیهی نبود. خب من یه تعریفی داشتم میدادم و اهمیتش رو در حالت کلی میگفتم، ولی میبینید که سطح مخاطبین من افزایش پیدا کرد، من در حقیقت سطح ارائه خودم رو افزایش دادم. بنابراین شما چیزی که براتون اینجا اهمیت داره، موضوع رو انتخاب کنین که کاملا بهش کاملا که نه، حالا نسبت به بقیه موضوع کاملا اشراف دارین، حضور ذهن دارین، و سطح مخاطبین خودتون رو هم حتما 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 در نظر بگیرین، و سپس مدیریت زمان رو هم رعایت کنین. اگر تونستین یک ساعت همراه خودتون داشته باشین، گاهن نه اینکه حالا زود زود نگاه، گاهن یه چک بکنین که زمان از دستتون نره. و حالا اساتید هم اونجا هستن، و اینم بهتون بگم که اساتید هم اونجا حضور دارن و در مدیریت زمان به شما کمک میکنن، یعنی بدونن که حالا شما وسط ارائه زنگ میخوره و شما نمیتونین ادامه بدین، اونجا بهتون میگن که حالا کمی خلاصه تر بیان کنین. بعد اینکه شما این کار رو انجام دادین، خب یادداشت برداریتون نره، بعد بپرسین، ببینید حضار شما اونجا، مخاطبین شما در اون لحظه اساتید هستن، و شما باید اساتید رو بذارین جای اون قشری که انتخاب کردین، برای مثال جای نمایندگان مجلس یا جای دانشجویان. خب بنابراین اونجا از اساتید بپرسین انتهای ارائهتون بپرسین که آیا سوالی ندارین، یا اگه موضوع براتون مبهمه تا من بیشتر در رابطه باش صحبت کنم. خب بپرسین یعنی چی؟ یعنی شما دارین مخاطب خودتون رو مشارکت میدین، مشارکت مخاطب، یعنی شما ارائه رو بلدین، فن بیان رو بلدین، دارین که مخاطب خودتون درگیر میکنین. حتی اگه بتونین وسطش هم سوال کنین، خب وسط ارائه هم سوال کنید از حضاری که اونجا، اساتیدی که اونجا حضور دارن، و ازشون بپرسین، مثلا کوتاه، نه اینکه دیگه یه سوالی بپرسین که 3-4 دقیقه لازم باشه که توضیح داده بشه در رابطه باش، یک سوالی که مثلا در حد یک کلمه‌ای باشه جوابش، دو کلمه‌ای باشه، حالا کوتاه جواب باشه رو میتونین اینجا بپرسین. اما اون چیزی که بهینه هستش، شما بهتره که آخر ارائه‌تون این کار رو انجام بدین، پس مخاطب خودتون رو هم مشارکت کنین. من پس این اسکار رو با هم دیگه یک مروری کنیم، ارائه عمومیه، حتما از تخته وایت بورد استفاده کنین، موضوع در اختیارتون قرار داده میشه،
بر اساس سطح مخاطب خودتون صحبت کنین، مقدمه داشته باشین، بحث، نتیجه گیری و همچنین مخاطب خودتون رو هم مشارکت بدین. موضوعات هم خیلی موضوعات خوب و جذابیه. شما بر اساس همون چیزهایی که خوندین میتونین که در حقیقت کار خودتون رو انشالله به پیش ببرین. خب بریم سراغ ارائه تخصصی که ببینیم که این ارائه چه چیزهایی رو داره. خب ایستگاه ارائه تخصصی من گفتم خیلی مهمه، اما شما اهمیت همین ایستگاه رو یکسان در نظر بگیرید. خب ایستگاه ارائه تخصصی 3 نفر 4 نفر از اساتید که عموما 4 استاد صاحب نظر، همه اساتید البته صاحب نظرن، حالا به بنا به تشخیص اون دانشگاهی که در واقع میهمان هستش اساتید، میزبان هستش اساتید انتخاب میشن. خب 3 نفر 4 نفر 5 نفر از اساتید اونجا نشستن. این دفعه شما پشت سر هم مورد سوال قرار میگیرین، یعنی سوال جوابتون دیگه یه دونه نمیشه. خب اونجا هم ممکنه که بهتون موضوع بدن، شما یک موضوعی رو انتخاب کنید. حالا این سری دیگه موضوع تخصصی میشه دیگه، پس موضوع خودتون رو باید انتخاب کنید. این دفعه خیلی کوتاه‌تر باید ازش در حقیقت این موارد رو وارد کنین. چرا دیگه اینجا مخاطب خودتون رو مشارکت نمیدین، اینو خاطرتون باشه، دیگه نمی نویسین اونجا. خب اینجا فقط شما تون تون پشت سر هم صحبت میکنین. خب پس این قسمت ها رو با هم دیگه باید داشته باشین. ممکنه که اساتید وسطش از شما سوال دیگه کنن، خب نگران نباشین، نگین که حالا داشتم بعد ارائه میدادم استاد از من سوال کرد. نه نه نه، این ماهیت این ایستگاه به همین شکله، شما تون تون دارین محک میخورین، سری داریم محک میخوریم که در حقیقت چطور میتونید استرس خودتون رو کنترل کنید، چطور میتونید زمان رو کنترل کنید و چطور میتونید اصلا محیط رو کنترل کنید. خب همه اینا در حقیقت در نگرش اساتید تاثیرگذار هستش، بنابراین که پاسخها شاید خیلی کوتاه‌تر باشه، پرسش و پاسخ کوتاه اگر براش این اصطلاح رو استفاده کنم خیلی بهتره. خب بنابراین پرسش و پاسخ شما دیگه کوتاه میشه در حقیقت احتمالاً، ولی اگر کوتاه هم نشد شما همون 10 دقیقه هم ارائه دادیم مشکلی نیست، تا اینم در نظر داشته باشین. اما تجربه‌ای که من دارم این استش که پرسش و پاسخ کوتاه انجام میشه، شما دارین مقدمه رو میگین برای مثال در رابطه با اهمیت تعرفه گذاری صحبت میکنین، خب اهمیت تعرفه گذاری، یا برای مثال در رابطه با اعتبار بخشی صحبت میکنین، اینکه چه ابعادی داره و چه مشکلاتی داره. خب در همه اینها ممکنه که استاد وسطش از شما یک سوال دیگه ای رو در حقیقت انجام بده و شما خودتون رو آماده کنین برای این پرسش و پاسخهای کوتاه. پس اینجا هم در حقیقت خیلی شبیه، شاید بگم که 70% شبیه ارائه عمومیه، اما اینجا دیگه شما پرسش پاسخاتون به شکل کوتاهه و میتونین که بهتر مطلب رو بیان کنین با مطالب روز رشته هم که باید آشنا بشین. دوستان کلیات مصاحبه به این شکل بود. من چند تا نکترم بگم خدمت شما. واقعا این که استاد شما رو بشناسه یا نشناسه خب رو نمره دهی تاثیر نداره، متاسفانه یک باور و فرهنگ غلطیه، نمیشه گفت فرهنگ حالا یه چیزی که جا افتاد، یک باور غلطیه که بله من دانشجوی فلان جا بودم، استادم تو ایستگاه هست، بنابراین خب نمره بالاتری میگیرم. نه واقعا به این شکل نیست و اینجا عدالت رعایت میشه، عدالت به معنای واقعی کلمه رعایت میشه. دوستانی بودن که اصلا هیچ جایی استادشون تو ایسکا نبوده ولی تونستن که با رتبه خیلی خوبی وارد دانشگاه بشن، بنابراین نشون میده که همه چی به توانایی شما بستگی داره، به مدیریت زمان و استرس شما بستگی داره، بنابراین شما روی این موارد خیلی کار کنین و اعتماد به نفس خودتون رو هم در این مدت افزایش بدین، اصلا استرس نداشته باشین. واقعا چیزی نیست که استرس داشته باشین، چه مصاحبه شما به شکل مجازی باشه چه حضوری باشه اصلا تفاوتی نمی کنه و شما همین کارهایی که من گفتم رو میتونین همینجا
در حقیقت انجام بدین، کلیتش به همون شکل اصلا تفاوتی نمیکنه. شما خودتون رو برای هر دو مورد آماده کنین که حالا وزارت علوم که به شکل مجازی شده، ولی وزارت بهداشت هنوز نظری اعلام نکرده و ممکنه که حالا اونم مجازی باشه یا حضوری باشه، بازم میگم که فرق نمیکنه. بنابراین دوستان به عنوان یک فرصت نگاه کنیم به این موضوع، مخصوصا دوستانی که امتحان کتبیشون رو راضی نبودن، بیان و اینجا واقعا وارد عمل بشن و خیلی خوب خودشون رو محک بزنن، خودشون رو اثبات کنن. اثبات خیلی مهمه، خودتون رو به اساتید اثبات کنید که بله من در این حیطه، نه اینکه صاحب ندارم، نه بر اساس حالا مطالعاتی که داشتم، تحقیقاتی که داشتم این موارد. دوستان اینم خاطرتون باشه، ما در این ایستگاه مطلب حفظ نمی کنیم. من حفظ نمی کنم که از این کمر شکن نمیدونم اینه و اینه و اونه. من دیدگاه خودم رو ارائه میدم و اون رو به چالش میکشم، دیدگاه فردی. خب ما از شما انتظار داریم که شما در رابطه با یک موضوع یک دیدگاه فردی هم داشته باشین بر اساس جنبندی تحقیقی که انجام دادین. خب بنابراین این مهمه که خودتون باشین، حرف خودتون باشه و پشت حرفتون هم سند و مدرک باشه. بنابراین این موضوع هم از خاطرتون نره، یعنی شما که در رابطه با یک موضوعاتی در حقیقت کار میکنین، این رو هم خاطرتون باشه که نظر خودتون رو ارائه بدین، نه اینکه بیاین مقدمه یک مقاله رو کلا اونجا تو دیوار بگین. نه ما همچین چیزی نداریم. اگه قرار بود اون باشه که دیگه مصاحبه برگزار نمیکردن. نه، تو مصاحبه شما تواناییتون داره محک میخوره، توانایی فردیتون. بنابراین خیلی مهمه که شما خودتون باشین و دیدگاه خودتون رو در رابطه با اون موضوع بیان کنین و اگر هم حرف مخالفه با دیدگاه خودتون شنیدین، توانایی اینو داشته باشین که قبول کنین و خب 1% احتمال بدین که اون دیدگاه ممکنه که اشتباه باشه، ولی مهم اینه که دیدگاه شماست و شما پشتش دلیل و مدرک دارین. من در بحث تجمیع بیمه ها خاطرم هست که یکی از موضوعاتی که مطرح کردم بحث تجمیع بیمه ها بود. خب من با این موضوع مخالفم، اما ممکنه که خیلی از اساتید و دانشجو موافق باشن، بگن که نه بیمه ها تجمیع بشن، اینا رو داره اونا رو داره، مدیریتش بهتره، ولی من به شخصه با این موضوع موافق نیستم و دلایل خودم هم دارم. مهم اینه که دیدگاه من خودم بهش رسیدم و برای این دیدگاه هم دلیل و مدرک دارم، مثلا دلیل و مدرکی که افرادی که موافق هستن دارن. بنابراین همین دیدگاه هاست که باعث میشه در یک سازمان اون سازمان تفاوت دیدگاه ارتقا پیدا کنه، چالش هایی که پیش میاد باعث در حقیقت ارتقای اون فرد یا سازمان بشه. بنابراین این موضوع رو هم حواستون باش. حالا نکاتی که من مد نظرم بود رو کامل گفتم خدمتون. دوستانی که رشته های اقتصاد سلامت، سیاست گذاری سلامت و مدیریت خدمات بهداشت و درمانی نیستن، تا همین جای آموزش رو میتونن که استاپ کنن و دیگه فقط برن مباحثی که در رابطه با رشتهشون هستش رو مرور کنن. اما دوستانی که از این سه تا رشته هستند در چند دقیقه هم همراه من باشن تا من مطالب مهمی که براشون آماده کردم، مباحث مهم رو در حقیقت اعلام کنم. دوستان وقتی که شما میخواین آماده بشین، اینا رو خیلی مهمه. اولا اصلی ترین اولویت ما امسال مبحث کروناه، این رو خاطرتون باشه. چه دوستانی که اقتصاد سلامت هستن، مدیریت هزینه ها در حقیقت بحث هزینه کرونا، چه دوستانی که سیاست گذاری سلامت هستن و چه دوستانی که مدیریت بهداشت و درمان هستن، این رو خاطرتون باشه که امسال مهمترین بحث ما بحث کروناه و ممکنه که شما در ایستگاه عمومی و تخصصی در حقیقت یکی از مباحثتون که میتونه انتخاب کنید بحث کرونا باشه. ممکنه که در ایستگاه تخصصی خیلی از کرونا ازتون بپرسن به شکل کوتاه جواب، و اینکه ممکنه حتی در ایستگاه زبان هم در حقیقت اون متنتون در رابطه با کاربرد رشته در مبحث کرونا باشه. ممکنه که مقالاتی که برای استاج در اختیارتون قرار میگیره هم موضوعاتش مرتبط با کرونا باشه. خب پس این رو خودتون خوب آماده کنین. اما سایر موضوعات در رابطه با در حقیقت موضوع پرداخت مبتنی بر عمل کرد، من رو تفکیک نمی کنم. دوستان ستارشته باید که به این مباحث مسلط باشن. پرداخت مبتنی بر عمل کرد رو خیلی خوب دوستان یاد بگیرین، چون واقعا یکی از مباحث روزه و بیشتر هم حالا در مقدمه مقالات میتونین که میگه اینجا مثلا تعریفش هم نوشته، میتونین که یک یادداشت برداری برای خودتون انجام بدین، مقالات خوب رو استفاده کنین و بتونین که در حقیقت چارچوب کار رو بشناسین. pay for performance برای هم بهش میگن که
در حقیقت پی فور پی که من اینجا یادداشت کردم، پی فور پی یعنی پی فور پرفورمنس، پرداخت بر مبنای عمل کرد. پرونده الکترونیک سلامت رو داریم دوستان. پرونده الکترونیک سلامت هم حالا اینکه چیه و اهمیت و ضرورتش چی هستش و ماهیتش چیه، فواید و مزایا و حالا چه مزایایی برای نظام سلامت ما داره هم خیلی مهمه و حالا وزارت بهداشت ادعا میکنه که این رو به شکل کامل انجام داده، که حالا باید بررسی شه که ببینه به چه شکلی. پزشک خانواده دوستان مباحث در حقیقت یکی از مباحثی که خیلی تکراریه و خیلی هم مهمه. فکر کنم اینو من اشتباه قرار دادم اینجا، این مطالعه رو باز کنیم. بله اینجاش درسته. اینکه چالش های برای مثال پزشک خانواده چالشاش به چه شکلیه، مقالاتی پیدا کنید که جدید باشن و توسط اساتید بنام کار شده باشن. بنابراین حالا این مطالعه رو من پیدا کردم، خاطرم است که این رو مطالعه کرده بودم. و این هم که تحلیل سیاست گذاری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاس در ایران که تحلیل سیاستیش هستش، دوستان سیاست گذاری میتونن خیلی خوب استفاده کنن. بحث تعرفه گذاری دوستان یکی از باز هم مباحث مهمی که من در حقیقت چارچوب کار خودم هم بهش اشاره کردم. اینکه چالش های موجود در تعرفه گذاری به چه شکلی، حالا چه راههایی براش پیشنهاد میشه. بنابراین تعرفه گذاری هم من تیتروار میگم بهتون، خرید راهبردی خدمات هم در حقیقت خیلی موضوع مهمیه که استراتژیک پرچیزینگ این هلث سیستم اف ایران ریویو استادی، که این هم مقاله خوبیه که میتونید ازش استفاده کنید. بحث دیگه در رابطه با مشارکت بخش دولتی و خصوصی در ارائه خدمات سلامت دوستان، این رو هم بهش میگن پی پی پی، یعنی پابلیک پرایوت پارتنرشیپ. پس پی 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 یا پابلیک پرایوت پارتنرشیپ یعنی مشارکت بخش دولتی و خصوصی در ارائه خدمات سلامت، که حالا این هم در حقیقت اینجا هم براتون آورده که من اگر یک رو پیدا کنم، مشارکت دولتی و خصوصی هم آورده که پی 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 یا پابلیک پرایوت پارتنرشیپ. این هم یکی از باز هم مباحث مهمیه که آیا بخش خصوصی باید ورود کنه در ارائه خدمات سلامت. بخش بهداشت ما خیلی میگن نه، بخش بهداشت رو نباید ورود کنه و فقط در بخش درمان، بخش تحقیقات، و حالا بعضی هم میگن نه، بخش بهداشت رو هم باید ورود کنه. بنابراین این نکته هم خاطرتون باشه که مشارکت دولتی و خصوصی هم خیلی مهمه در ارائه خدمات سلامت. دی آر جی هم اینکه به چه شکلی، حالا این یک ارائه است که اینجا هست، دی آر جی هم خیلی مهمه براتون که بدونید به چه شکلیه، چطور میتونید رو در نظام سلامت ایران پیاده کنید، چه موانعی داره، چه بخشایی داره و چه استفاده ازش میشه، که حالا من این دو مورد رو پیدا کردم و این هم خیلی خوب، این مطالعه هم خیلی خوب اومده بود در رابطه با این موضوع کار کرده بود اینجا هم نزدیک سیستم‌های گروهی تشخیصی مرتبط. خب اینم بحث دیگه. طرح تحول، خب طرح تحول یک مقدار دموده شده به قول معروف، اما باز هم به نظر میاد که ازش سوال مطرح بشه. این یک طرح خیلی خوبه دوستان، اگه خواستید طرح تحول رو بررسی کنید، این رو که توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده رو مورد مطالعه قرار بدین. واقعا فایل خوبیه، فایل جمع و جور و خوبیه که حتی اگر اشتباه نکنم در فهرست کار هم میبینید که نقاط قوت و طرح رو آورده و شما میتونید رو هر کدوم از اینا مانور بدین و حالا چالش‌ها و پیشنهاداتش رو هم حتی آورده که من اگر بزنم ببینم که بله تعیین تکلیف بدهی‌های حوزه سلامت، ببینید که این فایل خیلی فایل خوبیه و میتونیم کمک کنیم. پس یک مقاله دیگر هم با هم مرور کنیم. این مقاله هم در حقیقت ببینم در چه دانشگاه کار شده، در مجله دانشگاه مازندرانه که نویسندگان هم از همین دانشگاه هستند و حالا از اساتید گروه مدیریت خدمات بهداشت و درمانی هستند. بنابراین بحث در حقیقت طرح تحول سلامت رو هم مورد مطالعه قرار بدین که گفتم فایل اول خیلی براش خوبه. در رابطه با کنترل هزینه‌های نظام سلامت هم
خیلی خوبه که شما یاد بگیرین، چون بحث هزینه ها همیشه مهم بوده دیگه در نظام سلامت، اینکه ما چطور هزینه های خودمون رو کنترل کنیم هم، یا دلیل افزایش هزینه چی بوده و چطور میشه کنترل کرد رو هم باید مد نظر خودتون در حقیقت قرار بدین، و حالا چه استراتژی هایی برای کنترل هزینه ها میتونین استفاده کنین. و حالا این فایل رو هم اگر من باز کنم رو فایل براتون یک سری توضیحاتی رو بدم بد نیست. خب این هم در رابطه با راه های افزایش درآمد و کاهش هزینه هستش در نظام سلامت، که درآمدهای بیمارستان از چه جاهایی، هزینه هاش کجا هستن، و ما اگر بخوایم مدیریت کنیم هزینه ها رو باید که به چه شکلی عمل کنیم. خب این هم از این موضوع. بحث دیگه در رابطه با هزینه های سالمندیه، میبینید که از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشجویان که در حقیقت کار کردن این موضوع رو، موضوع در حقیقت مقاله جدیدی هم هستش به نسبت اومدم و تاثیر سالمندی بر هزینه‌های کمرشکن رو کار کردند، که حالا با استفاده از داده های مرکز آمار بوده احتمالا برای هزینه درآمد خانواده کشور، که این هم بحث سالمندی هم خیلی مهمه. مثلا کشور ما که روندهایی که داره متاسفانه به سوی سالمند شدن پیش میره، این هم خیلی میتونه که در حقیقت مهم باشه. این هم بررسی روند سالمندی و برنامه ریزی خدمات سلامت برای سالمندانه که میتونه که در این زمینه مورد استفاده شما قرار بگیره، که حالا میبینی که یک مطالعه مروری هستش و اومده مطالعات مختلف رو یکجا جمع کرده، یعنی شما همین مطالعه رو اگه داشته باشین میتونین که دیگه سایر مطالعات رو همینجا پیدا کنین و در حقیقت کار خودتون رو پیش ببرین. حتی این مطالعه که من اینجا معرفی کردم خدمتتون، ببینید که آقای یحیوی اینجا هم اگر دقت کنید این مطالعه رو وارد کرده در حقیقت کار خودش، و حالا اون چیزی که یافته مهمش اینه که هر چقدر که تعداد سالمندان در خانواده افزایش پیدا کنن، احتمال ابتلای خانواده به هزینه کمرشکن رو داره افزایش میده این موضوع. بنابراین سالمندی هم خیلی مهمه. این هم یک کتاب خلاصه مقالاتی بود که حالا در حوزه بیمه کار شده بود. دوستانی که حالا برای مثال به خرید راهبردی خدمات از نگاه بیمه هم، یا برای مثال پزشک خانواده از نگاه بیمه هم علاقه دارن، میتونن که در حقیقت از این فایل استفاده کنن و اونها رو، حالا مقالاتی مختلفی که داره رو، مورد بررسی خودشون قرار بدن. پس دوستان، موضوعاتی که من در ستارشه مدیریت خدمات بهداشت و درمانی، اقتصاد سلامت و سیاست گذاری سلامت به نظرم مهم اومد بعد کرونا، این مباحثی بود که شما انشالله با در حقیقت مطالعه این مطالب بتونین که به یک تسلط نسبی دست پیدا کنین، و انشالله که بتونین به شکل خیلی خوبی کار خودتون رو به پیش ببرین، و ما هم براتون آرزوی موفقیت میکنیم. خب پس یک مرور کوتاه رو داشته باشیم با هم دیگه. گفتیم که 50-50 امتیازات، شما از این 50 تاش رو که کتبی دادین، از 50 تای باقی مونده 20% رو پژوهشی گرفتین و 30% رو مصاحبه رو به شکل مجازی یا به شکل حضوری انجام میدین. 20% پژوهشی گفتیم که شامل چه آیتمایی بود، 5 تا ایستگاه رو معرفی کردیم، گفتیم که هر ایستگاه 10 دقیقه فرصت دارین و این ایستگاه ها رو هم که معرفی کردیم خدمتتون، اینکه در هر ایستگاه چه مواردی مهمه سعی کردم که به شکل کامل بگم خدمتتون، و این آخرین مباحثی که بود که با هم دیگه مرور کردیم. لطفاً اعتماد به نفس داشته باشیم، مدیریت زمان رو انجام بدین قبل از اینکه بریم مصاحبه، حتما تایم بگیرین، برای مثال در حد 6 دقیقه ایستگاه ارائه عمومی صحبت کنین در رابطه با یک مطلبی، و یادداشت برداری خاطرتون نره، همیشه آرامش خاطر داشته باشین و دیدگاه خودتون رو بیان کنین و با دلیل و منطق هم همیشه حرف بزنین و با اعتماد به نفس، و مطمئنم باشین که تنها موردی که موفقیت شما رو در حقیقت تضمین میکنه توانایی شما درونه، و سایر عوامل تاثیرگذار نخواهند بود، و از اینجا از خیالتون راحت باشه. بازم میگم که مصاحبه خیلی تجربه شیرینیه، و انشالله شما بعد اینکه مصاحبه رو به اتمام رسوندین میتونین که تجربه های خوبتون رو با سایر دوستان و محققین به اشتراک بذارین.
از طرف رسانه آموزشی نوین تحقیق برای همه شما عزیزان آرزو موفقیت و سربلندی رو داریم. لطفا این فایل رو به هر عزیزی که میدونین براش مفیده، براش مفید خواهد بود، اطلاع رسانی کنین تا همه دوستان بتونن که به نحوه احسن از پس این مرحله از تحصیلشون هم بر بیان و انشالله بدون استرس و با اعتماد به نفس کامل بتونن که مصاحبه خودشون رو به پایان برسونن. مجدد برای همه شما عزیزان آرزوی موفقیت و سربلندی رو دارم.